حسن شریعت مداری احتیاج به معرفی ندارد. نامیست آشنا در عرصه سیاسی و فکر میکنم همه حاضرین در آنجا ایشان رو میشناسند. متولد 1326 شهر تبریز، مهندسی فیزیک دانشگاه صنعتی آرامر، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه تهران و فلسفه و علوم انسانی از حوزه علمی قم، از بنیانگذاران حزب خلق مسلمان، جمهوری خواهان ملی ایران، سازمان اتحاد جمهوری خواهان و از بنیانگذاران اصلی شورای مدیریت گذار. آقای مهندس شریعت مجاری در هیئت دبیران شورای گذار به عنوان مدیر کل این جریان انتخاب شدند و رأی اعتمادشون رو از شورای مدیران گذار که بالاترین ارگان سیاستگذاری این نهاد تازه تأسیس است به دست آوردن. پیامی دارن آقای شریعت مجاری برای به مناسبت آغاز این مراسم. از ایشان خواهش میکنیم بیایند و صحبت خودشون رو با مردم ایران و با دوستانی که در اینجا حضور دارن در میان بگذارن. آقای مهندس حسن شریعت مجاری. ملت بزرگ ایران، خانم ها، آقایان، حضار گرامی، در تاریخ هر ملت برهه هایی وجود دارند که به زبان عامیانه به زنگاه های تاریخی خوانده می شوند. این نقاط عطف آستانه تغییر وضعیت موجود و تعیین مسیر تحولات آینده اند. اکنون نوبت آن است که آنچه که در قعر اجتماع ما در جریان است پوسته جانسخت بربریت و عقب ماندگی تحمیلی را بشکافد و تولدی دوباره یابد. شما آماده گذار از این محدودیت‌های تحمیلی و پیوستن به کاروان تمدن و ارزش‌هایی هستید که سال‌هاست پیدا و پنهان با آن مراوده‌ها داشته و پذیرفته و با آنها مأنوسید. ما همراه با شما و در خدمت شما می‌خواهیم تا آنجا که ممکن است گذری امن و اندیشیده و حساب شده برای این گذار مهم و تاریخی بسازیم. من و همراهانم در شورای گذار عزم جزم داریم که به کمک شما این پوسته تهجر و عقب ماندگی را که به دور این ملت تنیده و به آنان تحمیل شده است بشکافیم و به یاری شما برای آینده طرحی نو دارد. به ما بپیوندید، ما را در راهی که داریم یاری کنید. همه چیز در نهایت در گرو همت و اراده شماست. پیش به سوی تمدن و پیشرفت، نه به تهجر و قهقرا. پاینده ایران، برقرار ایرانی. برادران سپاهی، قانون جنایی بین المللی جهان شمول است. فکر نکنید که از ایران شما بگریزید این قانون شما رو یقتون رو نخواهد گرفت. پینوشه یکی، هزاران نفر از افسرهای آرژانتین و شیلی که فرار کردن بدونید استرداد شدن. هنوز که هنوزه افسران نازی رو دارن میگیرن، این برای دنیا اون برای دنیا بر میگردونن. تحسینشون میکنم، هرچند که متاسفم که در کنارشون نیستم. برای همگی آرزوی توفیق میکنم در راهی که انتخاب کردن، برای اینکه هر چه ممکن است هر رویدادی که در ایران قرار است در آینده اتفاق بیفتد از خونریزی و خشونت دور باشد. 40 سال سابقه حکومت جمهوری اسلامی و حداقل 20 سال تلاش برای اصلاحات ثابت کرد که ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما اجازه هیچ نوع اصلاح بنیادین رو نمیدهد و برای رسیدن به یک جامعه دموکرات و سکولار گریزی از امور از جمهوری اسلامی نیست و قانون اساسی در این ارتباط بایستی تغییر بکنه. در واقع با تشکیل این آلترناتیو یا نیروی جایگزین، همه آزادی خواهان به ویژه در درون مرز، جنبش های اجتماعی، جنبش های سیاسی
جنبش های برابری طلب، دموکراسی خواه و سکولار احساس خواهند کرد که نیرویی وجود داره که پشتیبانی میکنه از اونها و مردم نیز اعتماد پیدا میکنن که با در واقع تغییر رژیم جمهوری اسلامی یک نیروی لایق، کاردان و نیروی توانمند جایگزین وجود داره که کشور دستخوش آشوب ها، دستخوش درگیری ها نخواهد شد. سال چند روز دیگه در همین شهر لندن شورای مدیریت گذاری اعلام موجودیت خواهد کرد. به نظر شما این راه که نیروهای سیاسی و شخصیت‌های سیاسی خارج از کشور دارن پیش میبرند درسته؟ یعنی باید در این راه گام برداشت؟ اگر چنین جامعه متکثری بداند که انواع اقسام نیروهایی که معرف اون اندیشه هاشون هستن امروز به خاطر منافع مملکت، به خاطر هدف مشترک دور هم جمع شدن که با هم بتوانن به یک هدف مشترک که منافع کل ملت ایران رو در نظر میگیره، نه از یک دید فرقه‌ای یا خاص، خب مسلماً یک قدم مثبت و مفید و لازم هست. من هر روز، یعنی اینجور بگم، روزی نمیگذره که از همیهنانم این رو نشنوم که آیا این اپوزیسیون متحد خواهد شد، میتونه متحد بشه، میتونم با هم کار کنم به خاطر نجات مملکت. وظیفه اصلی شورای گذار دادن پاسخ نه به عدم وجود یه آلترناتیو، نه اینی که الان رسیده به اونجا کمال داره، نه اینی که همه نیروها درش هستن، ولی برای اینی که ژنش یه ژن متکثره توان مشارکت رو داره، برای اینی که هدفش هم خواستگاه‌های حزبی و رقابت‌های حزبی نیستن، توان ایجاد یه حرکت حول اشتراکات رو داره، منتها باید بحث پیدا کنه و اون بحث پیدا کردن هم یکی از وظایف اصلی کار رسانه ماست. ما در کارگروه گفتمان و استراتژی در راستای کمک به غلبه گفتمان گذار در سپهر سیاسی ایران، حل گرهگاه‌های نظری راهبرد گذار و روشن کردن تاریکی‌های نقشه راه تا تشکیل مجلس مؤسسان می‌کوشیم. خوشبختانه جمعی از اندیشمندان و صاحب نظران معتبر با این کارگروه همکاری دارند و در همین جا به سوی همه کنشگران و اندیشمندانی که با اهداف کلی شورای مدیریت گذار همسویی دارند دست یاری دراز میکنیم. پیچیدگی شرایط متحول و ناروشنی های راه همیاری و همپیوندی گسترده را طلب میکنند. مدیریت گذار بشویم. سیستم عدم تمرکز حکومتی در ایران رنگارنگ امر نهادینی کردن دموکراسی را امکان پذیرتر می کند. رابطه دولت و مردم را به هم نزدیکتر و ثبات و امنیت را تا درجات زیادی تضمین می کند و امر دخالت در سرنوشت خود را به گونه ای برابر با همگان ممکن می کند. ایران دموکراتیک و سکولار آینده نمی تواند به این ستم ها بی توجه باشد، بلکه هر گونه دموکراتیزه کردن سیستم اداره امور و سیاست در ایران از راه تأمین حقوق ملیت‌ها و رفع تبعیض‌های گوناگون ملی، جنسیتی، دینی و عقیدتی و غیره است. ما کار بین‌المللی ما بسیار بسیار گسترده است و من بسیار خوشحالم که همراهان همکارانی مثل محسن سازگارا، شهریار آیی، جمشید اسدی، عطا هودشتیان و مهراد علی حریری که عضو شورا نیست ولی همراه ما هست. یکی از مشکلات اساسی که در اون جامعه داریم اینه که تعریف درستی از رابطه زنان و مردان و استفاده اون سیستم از توانایی‌های زنان و مردانش وجود نداره. اگر مبنا رو صداو قرار بدیم، صداو فقط داره میگه رفع تبعیض. رفع تبعیض رو چجوری عملی میکنیم؟ این یک حرکت قانونیه. ما ملحق میشیم به یک کنوانسیون. در این کارگروه این رو هم عرض کنم که تاکتیک های مقاومت مدنی بر دو دستن به طور کلی، اونهایی که دعوت عمومی میشه
عموم مردم برای کاری دعوت میشن، اونها که توسط عده خاص و سازمان یافته و آموزش دیده به انجام میرسه. ما در کارگروه مقاومت مدنی خودمون رو در مرحله این دسته دوم از تاکتیک ها میبینیم و با گذار از این امیدواریم که بتوانیم به مرحله از اعتماد سازی برسیم که عموم مردم رو بتونیم به تاکتیک های مقاومت مدنی در یک برنامه منسجم دعوت بکنیم. عرضم تمام. و برای از بین بردن گردهای غباری که زندگی برای مردم جنوب ایران واقعا غیر قابل زیست کرده و کمک های همگونه ما برای به وجود آوردن شرایطی با کمک مردم محلی و متخصصینی که در سطح جهانی معروف هستند ما این راه های ادامه خواهیم داشت. امیدوارم فردا در پنل بیاین. منم چون وقتیره سعی میکنم که به اصطلاح اینو کوتاه بکنم با تشکر از همه شما. روشن است که طبقه کارگر و همه موضوعگیران کشور به پیشواز چنین مواضع و سیاست ملی و دموکراتیکی خواهند رفت و از آن پشتیبانی خواهند نمود. بنابراین همونطور که عرض کردم سه حساسیت بزرگ جامعه ایرانی، یکی مسئله رشد، دوم مسئله نابرابری‌های اجتماعی که ما باید مکانیزم‌هایی رو پیش بینی بکنیم که با نابرابری اجتماعی در ایران مبارزه بکنه، عدالت اجتماعی باید تأمین بشه. مسئله سوم، مسئله بسیار بزرگ، مسئله محیط زیسته. حساسیت‌های زیست محیطی حساسیت‌هایی هست که در دنیا پخش میشه. ما میتونیم رشدی رو داشته باشیم که مبتنی بر محیط زیست باشه. ما اقتصاد بازار مبتنی بر محیط زیست میخوایم. اول دین و بعد فلسفه، علم و تجارت عربی بود، فارسی زبان وزیران، ادمنستراسیون و دولته، امیدالملک کندری ها، نظام الملک ها و غیره و غیره. بنابراین ما به نظرم در دوران کنونی هم به همین سنت مبارک بایستی به صورت مدرنش برگردیم. هر زبانی که هر جای ایران صحبت میشه به عنوان بخشی از فرهنگ بشری پاس بداریم، زیرا زبان فارسی یه زبانی است که در بدبستان با زبانهای دیگه غنی شده. به عنوان یک سکولار دموکرات از همه همبندان و یاران و هواداران گفتمان سکولار دموکراسی دعوت میکنم که به صورتی کارآمد به صفوف این نهاد بپیوندند و به این وسیله نام خود رو در صفحه نوین و درخشنده ای از تاریخ معاصر کشورمون ثبت کنند. به خارج. نصفم هم ایرانی نیست، چون مادرم ایتالیاییه. خیلی وقتا دوستان ازم میپرسن تو که بزرگ خارج شدی، 40 سال تو رسانه‌های خارجی فرانسوی اسپانیایی، ایتالیایی و انگلیسی کار کردی، مثلا چیکار به ایران داری که مادرم ایتالیاییه؟ گفتم اتفاقا چون اون یکی کشورم، یعنی ایتالیا، احتیاجی به من نداره چون دموکراسی زندگی میکنه، وظیفه خودم میدونم به اون یکی کشورم که احتیاج به دموکراسی داره کمک کنم. درود، من نازنین افشین‌جم، فعال حقوق بشر، دوست داشتم همراه و در کنار شما بودم. امید پیروزی به افتخار شما. ارزش‌های واقعی یک اقتصاد آزاد، بنچه با کامباین، با مخلوط کردن چند روش مختلف که شرکت‌های بزرگی که
ناچاریم ما از شرکت‌های خارجی که تجربه دارن در اون کار با اونا همکاری بکنیم. خلاقیت در ایران وجود داره و من شکی نمیدونم که اگر ما روش‌های مختلف رو با هم بتونیم در ایران امتحان بکنیم، آینده خیلی روشنی خواهد داشت ایران. اینها رو به بازار بردن و بازاری کردنش کار راحتی نیست. چه کار میشه کرد که این با کمترین استهلاک، با کمترین بیکاری، به محض اینکه اینها از این زیر مجموعه دولتی بیرون بیاد، بیکاری هم بیشتر خواهد شد؟ یک مسئله ای رو دوستان اقتصاددان ما در ایران مطرح میکنن که من فکر کنم مسئله مهمیه. اونا میگن قبل از خصوصی سازی ما بپردازیم به آزادی سازی. اگر تا وقتی که آزادی سازی در ایران انجام نگیره، خصوصی سازی مفهوم نداره. و ما به خاطر اینکه این آزادی سازی انجام بگیره، چون همه رو که نمیشه در این دوره چند ماهه گذار عملی کرد، ما باید وضعیتی به وجود بیاد که خصوصی سازی بر چارچوب اراده مردم انجام بگیره. فراموش نکنین که خصوصی سازی باید بعد از استقرار یک نظام تازه و نگارش و تصویب یک قانون اساسی تازه انجام بگیره. زیاد پوله. وقتی که اون سپرده لازم نباشه، مثل بنگاه‌های زود بازده یا بنگاه مسکن مهر یا هر چی، یعنی صفر میزان سپرده در بانک مرکزی، در تئوری ضریب ازدیاد پول به بی‌نهایت میرسه، یک روی صفر. ولی خب در عمل اگر باز نرخ بهره بالا باشه خیلی بالا نمیره، ولی آقای احمدی نژاد اومد نرخ بهره رو پایین‌تر از نرخ تورم کرد، یعنی نرخ بهره واقعی منفی وجود داشت. رئیس جمهور سابق شیلی که رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل صحبت میکرد، گفت ببینید میشل باشلی گفتش که ما بی خود راجع به حق آزادی و سرکوب و اینا صحبت نکنیم. اگر آب و غذا نباشه اصلا دیگه سرکوب و آزادی بیان و آزادی انتقاد معنی نداره، مگه مردم مردن؟ مرده که احتیاج به اینا نداره. گفت تا این مسئله رو حل نکنیم اصلا بحث در مورد بقیه مسائل حقوق بشر بی‌معنی میشه. تا چند سال دیگه شما به یه آدم تشنه نمیتونی بیا، گرسنه نمیتونی بگی آقا بیاد ازش بخوای که خواهان آزادی بیان باشه، اون خواهان اعدام زندگیه. درست کردم. من اومدم در شورا پیشنهاد کردم که ما بیایم به جهانیان بگیم ما شهروند جهان هستیم، ما فقط ایرانی نیستیم. بنده فقط ترک نیستم، ایشون فقط کرد نیست، ایشون فقط بلوچ نیست، ایشون فقط فارس نیست. ما در این حال عضو بشریت هستیم، عضو جامعه جهانی هستیم. به عنوان کسانی که مسئولیت جهانی رو حس میکنیم، ما حاضریم. از سالهای عرضم حضورتون که سالهای حدوداً 60 میلادی یعنی قرن 20 هست که مجدداً مسئله محیط زیست در اروپا و در غرب مجدداً مطرح میشه، نه از زاویه صرفاً توجه به طبیعت، بلکه گسترده کردن این مفهوم که وقتی میگیم اکولوژی فقط در ارتباط با خسارت هایی که مربوط به جنگل ها و غیر ذالک هست نیست، بلکه یک مفهوم گسترده تر هست. بنابراین حدوداً میشه گفت از 50 سال 60 سال پیش به این سو در اروپا گرایش های سیاسی به وجود آمدن که این گرایش های سیاسی جنبه محوری کار خود رو روی مسئله اکولوژی قرار دادن. من به همین دلیل گفتم دستن فلسفه سیاسی محیط زیست با فلسفه سیاسی دموکراسی خوانا نیست. برای همین دموکراسی هم در حال تحوله. یعنی اون دموکراسی که ما میگیم در حقیقت یک دموکراسیه که نه فقط برای ما دموکراته، بلکه برای طبیعت، برای حیوانات. ما تو این مسیر باید گام برداریم. همون چی گفتم مسئله همین اکوشهروند. خب من اینجا تموم میکنم دیگه. متشکرم. شما دیروز در پانل اعلام کردید که ما با چند تا دولت‌های دیگه هم رایزنی‌های انجام دادیم و این سوال من اینه که خیلی امکان داره این سوال بپرسن که شما این رسمیت رو از چه مردمی گرفتید که میتونید با دولت‌های دیگه وارد بحث بشید و چگونه دولت‌های دیگه به شما این اعتبار و این اعتماد رو میکنن که شما بتونید نمایندگی یک مردم یک کشور رو به عهده بگیرید. اگه پانل
اینو برای من روشن کنه سپاسگزار میشم. این سوال بسیار مهمیه که ما از کجا انتخاب شدیم و رسمیت ما کجاست. در دوران گذار انتخابات آزاد امکان ندارد. هیچ کشوری در دوران گذار کسانی که گذار و سامان دادن به وسیله مردم انتخاب نشد. در دوران گذار این تاریخه که به شما این مأموریت رو میده یا این رسالت رو میده که آیا نابودی مملکتتون رو روا میدارید یا قیام میکنید برای اینکه این نابودی صورت نگیره. خب برای اینکه جلوی این اشکال گرفته بشه که بعد از اینکه قدرت به دست اومد شما که انتخاب شدید به چه حقی شما که انتخاب نشدید به چه حقی قدرت رو صاحب میشید، باید اینجا یک راه حل پیدا کرد. دولت موقت رو کی انتخاب میکنه؟ مأموریت ما تا دولت موقت شورای گذار از امروز کار میکنه جمهوری اسلامی رو ببره. موقعی که میخواد دولت موقت انتخاب بشه ما یک کنگره ملی تشکیل میدیم طبق اسناد. اونجا انتخابات نمیشه چون در دوران گذار امنیتی یا امکاناتی برای انتخابات وجود نداره، ولی امکان داریم که امنای مردم، احزاب، گروه ها، شخصیت ها، همه اون آدم هایی رو که مردم بهشون باور دارن در یک کنگره ملی جمع کنیم تا اون کنگره ملی با توافق دولت موقت رو تعیین بکنه. این بهترین کاری است که در حیطه امکانات همه دموکراسی ها با این دیکتاتوری شروع شد. دموکراسی ها با دموکراسی شروع نشد. من فقط چند تا نکته کوچک خواستم بگم. همیشه تو جلسات ما عدم حضور بانوان یک مسئله است. ما تو این سالهای 40 ساله نه بانوان اونطور مشارکت داشتن در فعالیت هایی که داشتیم، نه حتی به عنوان بیننده در جلسات حاضر شد. خوشبختانه من به هر دو جلسه اینجا سر زدم و دیدم تعداد بانوان بالا رفته. دیشب وقتی العربیه گزارش اینجا رو پخش کرد و خانم شرفکندی صحبتاش به وضع بسیار زیبایی عرض شد، من فوق العاده خوشحال شدم که در جهان عربی که تو عربستان سعودی پسر و دختر الان دست هم دیگر رو میگیرن میان با هم میرن کنسرت عینی و راغب علامه، دخترای ایران و زنای ایران تصویری ازشون نشون داده میشه، انگار ما به دوران بردهداری برگشتیم. ما باید این تصویر رو دگرگون کنیم. نقش زن ایرانی در مبارزات بالاترین نقشه و به قول زنده‌یاد فریدون مشیری کاوه آینده ایران زن است. این باید در همین شورا هم به اعتقاد من جلوه خاصی داده بشه، به خصوص در ارتباط با منطقه. من هدفم منطقه است. ما با این منطقه کار داریم. اونا هر روز زناشون دارن گسترده تر. عربستان سعودی در واشنگتن سفیرش زن باشه؟ آخه اصلا باور کردنش. یا بحرین سفیرش یه یهودیه، بانوی یهودی بحرینی باشه؟ میدونین اینا اون وقت در برابر ما که 50 سال پیش زنامون در همه مقامات عالیه بودن سنگینه. بیایم روی این مسئله یه مقدار تمرکز بیشتر بدیم. من در اختیارتونم هستم. برای هر روز هم اگر چه صد سال مرده ام به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خویش. اگر چه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوبابگان خویش. Thank you.
می سازمت وطن، یک دیواره می سازمت.